که به نظر اشتباه انگیز میاد، یه جور دامپلینگی که داخلش چگار داره و سیب زمینی و روش هم که بیکن ریخته. اولا من غذای لهستانی اوکراینی و این خیارشور که مردم ها چه عقل اوکراست چه مزه میگه جاتون خبیه ببرم. همیشه امتحان کردن غذاهای جدید ایده خوبیه، مخصوصا اینجا توی کانادا به خاطر اینکه فرهنگ‌های مختلف هست، مهاجرا از جاهای مختلف دنیا هستن، شما غذای همه نقاط دنیا رو میتونید پیدا بکنید. بعضی موقع هم دوربین به دست بودن و اینکه ولاگر بودن خوبه، به خاطر اینکه چون دیدن من با دوربین اومدم تو دارم ولاگ میگیرم، برام دسر مجانی هم آوردن. چطور خالیه آدم؟ نه به خاطر دسر مجانی که به من دادن، ولی واقعا غذاشون خوب بود. اگه یه موقع از میلتون رد میشدیم، این ماماز پیروگیز یه غذای همونجور که گفتم اوکراینی یا لهستانی، غذای مال شرق اروپاست، خوشمزه بود، من دوست داشتم. خوشبختانه جای پارک هم گیر آوردیم، حالا بریم ببینیم اینجا چی داره. به نظر خیلی خوشگل‌تر میاد از ماونت نیمو، ولی خب خیلی هم شلوغ‌تره. اگه از من بپرسید کدوم یکی از این دو تا جایی که امروز رفتم زیباتره، واقعیت نمیتونم بهتون بگم، هر دوتاشون خیلی خوب بودن، هر کدوم زیبایی های خودشو داره، ولی خب ماونت نیمو خلوت تره و هم برای فیلم برداری مناسب تره، همین که آدم های کمتری هستن اونجا، شما راحت ترید با طبیعت، میتونید ارتباط بیشتری برقرار بکنید. اینجا خب یه مقدار به خاطر اینکه سهل الوصول تره و نزدیکتر به شهر میلتون، آدمای زیادی میان اینجا، اهالی میلتون، اهالی برامتون، میسیساگا زیاد میان اینجا، به خاطر همین هم اینجا خیلی شلوغ‌تره. ولی خب هر دوتاشون زیبایی های خودشو داره، من از هر دوتاشون تا اینجا لذت بردم. وقت کافی داشته باشین، یعنی اگه از صبح بیاین به راتل سنیک پوینت،
یه دریاچه هم هستش که به نام کراوفورد که میتونید این مسیر رو، این تریل رو ادامه بدین تا به اون دریاچه برسیم، ولی ظاهرا طولانیه و فکر نمی کنم که من امروز به اونجا برسم. ولی اگر که از صبح بیاین و یه سفر یک روزه کامل رو داشته باشین، میتونید به اون دریاچه هم برسید که ظاهرا اون دریاچه هم قشنگه. پس این رو هم مد نظر داشته باشین موقعی که برنامه ریزی میکنید. Oh baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. You shine like gold, so selfless to all, and wild like an animal. Some would say I'm insane in the right in a way, but I just love to play in your fun and more. That's just how I was born. Take me somewhere I don't know and give me your freedom. Oh, you love me to pieces. Yeah, I need it. Won't you pandemonium? Life is so easy. باده که توی برگا میپیچه، بعضی از پرنده ها هستن که دارن آواز میخونن و همین. فعلا دور و بر من هم کسی نیستش که خشخش پاش بیاد یا گروهی باشن که بخوام صحبت کنن. سکوت کامل. این درخته که اینجاست تم هالووین داره، نگاش کنید. خب راستش بخواین الان که اومدم جلو نظرم عوض شد. الان اگه از من بپرسید از کدومی که از این دوجه بیشتر خوشت اومده، قطعا میگم رتل سنیک پوینت بهتر از ماونت نیمو بود. خیلی زیباتره، منطقه همون اوائلش بخاطر اینکه خیلی شلوغه، ولی به این نوع جاهایی که مقدار دورتره میرسین عالی. سکوت، خلوت، طبیعت زیبا، منظره های قشنگ، پاییز دلنگیز. خب دوستان، همینطور که پشت سر من میبینید نزدیک غروب آفتابه، ساعت 6 و نیمه بعد از ظهره. راهپیمایی امروز منم تموم شد. خوشبختانه تونستم از دو جا بازدید به عمل بیارم و شما را هم همراه خودم داشته باشم. در جمع امروز 17832 قدم برداشتم و یه چیز حدود 13 کیلومتر، که این 13 کیلومتر هم مسطح نبود، همونطور که دیدید همش سر بالای سر پایینی بود. خدا رو شکر امروز فعالیتم زیاد بود و خیلی هم لذت بردم از دیدن این طبیعت زیبا و همینطور از این هوایی که امروز خیلی خوب بود. امیدوارم شما هم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. اگر اینطور هست لطفاً اون رو با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید که اونها هم ببینن و لذت ببرن. همینطور من رو از کامنت ها و لایک های خوبتون بی‌نصیب نگذارید. در ضمن همونطور که میدونید میتونید من رو در شبکه های مختلف اجتماعی شامل یوتیوب، فیسبوک، توییتر، آپارات، تلگرام و همینطور اینستاگرام فالو بکنید و به محضی که ویدیوهای جدید من میان بتونید اونا رو تماشا بکنید. ممنونم از اینکه با من همراه بودید. شب و روزگار بر شما خوش. بدرود.